الو بفرمایید. سلام دکتر جان، حال شما؟ خیلی متشکرم، الحمدلله به مرحمتتون. ما هم خوبیم، نه هیچ مزاحمتی نیست. کجاست؟ همینجا. گوشی حضورتون باشه. خدا حافظ شما. گوشی لطفا. من میگم بگو من نیستم دیگه. تو فقط میپری بالا و پایین. الو سلام علیکم دکتر جان، چه عجب یادی از ما کردید. قربون شما. خانم چطورن؟ اتفاقا همین دیشب با خانواده صحبت شما بود، گفتیم یه دفعه با خانم تشریف بیارید منزل ما. اینجا هواش خیلی عالیه، پای کوه. بله قربون شما برم. قول دادین فراموش نشه. نخه بنده فراموش نمیکنم. فکر کنم تا فردا. بله بله حتما حتما آماده میشه. استدعا میکنم. قربون شما. خدا میگه. آذر خانم این رفتار درستی نیست. وقتی من نمیخوام با کسی صحبت بکنم شما گوشی رو میدید دست من. به جای این بالا و پایین پریدن ها برو کاری رو که تعهد کردی انجام. تعهد؟ چه تعهدی؟ بابا جان خمر رنگرزی که نیست، مقاله علمیه. خب پس برو بشین تموم کن که فردا اگه زنگ زد. یعنی کی میتونه باشه؟ بازم همون سوال تلویزیونی. بالاخره یکی هست دیگه. پس برو جواب بده دیگه. من؟ بابا فردا تو هی میگی من. چرا میخوای جواب ندی؟ تو اصلا به مردم بگو ببینم بدهکاری تو دانشگاه که تلفن جواب نمیدی؟ الو. بله چی فرمودی؟ تکرار کنید. شش شماره. بی ادب. کی بود؟ میگه شیش سیخ جگر سیخی شیش هزار. معلوم میشه دستش تو خرج نیست. مبارکه، مزاحم دارم شدیم. این منطقه هم داره پیشرفت میکنه. آقای محترم، شیش سیخ جیگر رو هزار تومن هم نمیدن. اون وقت شما میگی شیش هزار؟ قربون تو برم. توی فرشا اصلا متوجه نشدم. نه به جون تو. چه عجب. نه بابا تو نبودی؟ دروغ میگی. ای بابا گوشی رو بزرسی که اصلا فوق‌العاده است. اصلا حیرت انگیز. من که باورم نمیشه. پیدا نیست. امشب قدمت رو چشم تشریف بیار. ما منتظر تو و اون اسمش چی بود؟ طلا. آره منتظر اون هستیم. آره قربون تو برم. آره خدا نگهد. کی بود؟ فرشاد بود. زن گرفته؟ نه بابا. پس با کی میخواد بیا؟ توتیش. اسمش تلاس. دو میلیون تومن؟ میگم دو میلیون ندادمش. وای خدا، آدم اصلا فکرشو نمیتونه بکنه پرنده ها اینقدر قیمت داشته باشن. پرنده ها نه خانوم، این پرنده. توتی هم مثل آدم ها باهوش و کودن دارن. توتی که بتونه حرف بزنه و شعور داشته باشه خب قیمتش همینه. خیلی بامزه. اینشو ندیدی؟ ببین. آها ببین، با دست هیچی رو نمیگیره. نگاه کن. آه ولی با چنگال میگیره. نگاه کن. آه ببین. میخوام. وای چقدر بازی حرف میزنه. گفتم که آذر حرف میزنه. میگه شیش سیخ جگر سیخ شیش هزار. بهش بریدم فرشت. چشم ندیم. میخوام اینو چی کار میکنم؟ ببین اما دوست داری؟ میگه من دوست داری.
فرشاد دوست عزیزمون همیشه دوست داشته تنها زندگی میکنه. البته این توتیش هست. آره آره، طلا هم هست، هم صحبت خوبیه. هر وقتم اضافه حرف زد یه پارچه میکشم رو قفسش. میگم کاش که میشد خانمان اینجوری ساکت کرد. چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. چیزی گفتم؟ آره گفتی کاش میشد خانمان هم اینجوری ساکت کرد. حالا از شوخی گذشته، خیلی توتیه باشعوریه، همه چی رو میفهمه. میگم هر وقت بخوای بری معمولیت یا سفر چیکار میکنی؟ امروت میبری؟ یکی از سختیام همینه. میدونی خب بازرسی بانکه، من باید دائم در مسافرت باشم، هی این طرف هی اون طرف. هفته پیش رفتم لاهیجان، انقدر سخت گذشت، انقدر سخت گذشت. تازه فردا هم دارم میرم بندر عباس. میدونید که آخه پس میخواین این زبون بسته رو چیکارش بکنی؟ خب اولش فکر کردم که بذارمش خونه مادرم، ولی بچه های برادرم خیلی شیطونن. منم گفتم که تا برگردم پر به تن این پرنده نمیذارم. خدا کرده پر پرش میکنه. آره. بعدش یهو یاد شما افتادم. ما ما برای چه؟ خب شما یه موقعی یه پرنده‌ای داشتید. ای بابا، اردکه رو میگی؟ یه اردک کوچولو بود. به هر حال من میدونی مسئله اینه که آزا جان نظر من چه؟ خیلی خوشحال میشم این خانوادتون چیز یعنی همین طلا رو نگه دارم. بچه ها فکر کنم خوشحال بشن. بفهم. حالا این سفر چند روز طول میکشه؟ سه روز. دختر خوبی باش، میدونم برات سخته، جدا شدن همیشه سخت بوده، چاره ای نیست، زندگی همینه. برات دوست داره؟ آره دوست دارم. یاد بگیر، از تو بیشتر میفهم. نیما خدا حافظ، خدا حافظ، به امید دیدار. خب فراد جان، آذر خانم، از همه تو ممنونم. میبخشید، فقط تخمه رو و سیب رو پوست کنده با چنگال بهش بدید. در ضمن یه خواهش دیگه هم دارم. البته چطوری بگم میدونی؟ هر جور دوست داری بگو فرشاد جان. خب آخه این توتی باهوشیه، بچه ها مراقب باشن جلوش حرفای زشت نزنن. حالا زشتیش به کنار، توتی های بددهن قیمتشون پایینه. میدونید چرا قیمت طلا بالاست؟ به خاطر ادبشه. خیالت راحت باشه فرشاد جون، ما معمولا تو خونه مؤدبیم. بله خیالتون راحت باشه. خب من از همگیتون خداحافظی میکنم، فردا صبح زود میپرم. مواظب باشید ساعت 9 شب به بعد بیدار نمونه. در ضمن هر وقت خواست ساکت بشه یه پارچه میندازیم رو قفسش، درسته؟ بله. خیالت راحت باشه. خب جون شما و جون طلا. خیالتون راحت باشه، سعی کنی بهتون خوش بگذره. خوش بگذره. سعی میکنم. خدا حافظ. بابا عشق ما رو در آوردی فرشاد جون، بفرمی خیر پیش. خدا حافظ. بابا ولش کن دیگه، کنش کن. به خونه جدید خوش اومدی. حالتون گم شید زود. چی کار کنم؟ حالتون گم شید. رنگ مرا چون لفمون کردی، اما را به اثر ملال عباسی رنگ رو خم رو لاله‌گون کرد.
سرای تلویزیون شما نمیذاره ما به کار علمیمون برسیم. به این طلا خانم بگی که نمیذاره صدای تلویزیون به ما برسه. جدن؟ سیستم خلق و تارشتو فکیجم خیلی پیش نرسه. چطوری تلا خانم؟ حالت خوبه؟ یه خود برامون حرف بزن ببینم. ای خیلی بی تربیتی تلا. بهش فوش نده عزیز من، امانت مردمه. آخه بی تربیت که فوش نیه، یه عبارت تربیتی همین. تلا خانم دختر خیلی خوبیه، حرف بد نمیزنه. برو بیم کارت کچا. چی گفت؟ هیچی، بعد جوره بچه این حرف رو نزن. یه خیام جوجه. به من میگی جوجه؟ دیگه از این حرف رو نزن. یا حالا تو میگیرم. حالا من ساکت، برای چی میخندی؟ ببینم تو چرا نمیری تو اتاقت مشخاطه بنویسی؟ آخه من که هنوز مدرسه نمیرم. بالاخره یه روز که باید بری دیگه، بهتره بری زودتر شروع کنی به مشق نوشتن. بودو ببینم. تو هم بهت بگم ای تلا خانم، دیگه اگه حرف بد بزنی سیب بی سیب. میخوام سیب بی سیب. میخوام بده. دیگه فوش نمیدی؟ بده. میخوام. حرف بد نمیزنی؟ نه. خیلی خوب، اون سیب بده من ببینم. تلا خانم بعد بهش پوست کنده بدی. چشم آیدا خانم، عذر میخوام. چشم سارا جان، اون چاقو رو من بده ببینم. متشکرم. بشقابم بده این ور. اون چنگالم بده من، که تلا خانوم فقط با چنگال میخوره. بفرمید. ببین بچه هم همینطوره ها. یک دونه تشویق بهتر از هزار تا تنبیهه. اینجوری که من نمیتونم مقاله بنویسم. جواب دکتر فاضل رو چی بدم؟ تا که خوب بهانه پیدا کردی به خدا. بابا یکی یه پارچه بندازه رو این ساکت. شاید به خاطر ساکت نمیشه که دور و برش رو بده. بابا ای بردار این تلویزیون رو کم کن. مردشو رو هرچی توتیه ببرم بابا. من به شما ها نمیگم جلوی این حرف زشت نزنی؟ مادر من، اینکه خودش همه چی رو بلده. الو بفرم. بله. الو. سلام دکتر جون. نخیر حاضر نیست. یعنی ببخشید فرهاد خونه نیست. فرهاد. نه پویا، پویا نبود. ما راستش یه توتی آوردیم که صداش خیلی شبیه آدمه. بله. الان دیگه پیداش میشه. چشم. میگم حتما خدمتتون زنگ بزن. شما سلام، خواهش میکنم، خداحافظ. به خدا دیگه این آخرین بار بود که من به خاطر تو دروغ گفتم. گناهش پای خودت. گناهش پای این؟ من دیگه تو این خونه نمیتونم کار کنم. حداقل توتیای وحشی با آدم توهین نمیکنم. خواهش بگذره. مامان تخمه نمیخوره، سیب بدم. بده مادر، پوستشو بکن بهش بده. چطوری خانم؟ خانوما من فضولی، من فضولی. بابا عجب، الان توهین میکنه. بلش کن مامان، حیوونه نمیفهمه که حیوونه. اون خیلی ها چیزا رو دامپزشک. مادر جان دامپزشک؟
اینجا دکتر هم نداره، دامپزشک. خب پس حالا چیکار کنیم؟ خب تو این همه بچه کتاب خوندی، ببین حالا باید چیکارش کنیم؟ نمیدونم، شاید تنفس دهان به دهان براش خوب باشه. مرده. یه چیزی تو همه مایا. سارا چیکار کنیم حالا؟ باید ببریمش تو باغچه؟ چی؟ باید برش مرسن تطفیم برگذار کنیم. پویا میخوای ببریمش بذاریم رو میز نارخوری؟ چه میتونم یه کاریش بکن؟ ماما. ها ماما. چی؟ زنده بود همش کلک بود. کی؟ همون توتیه. چی شده؟ گذاشتمش رو چمنه، شروع کردن زمین کندن، یه بودم بلند شد نشست. خب تا اومدم به خودم به جمعه بگیرمش دیدم پره دوزخ، باورم نمیشد. بیاد الانم اونجاست. آخ جون نمورده. اونا کو؟ همونجا نشسته بود. کو؟ ولی فکر نمی کنم پولیشو ازمون بگیره. از 2 میلیون تومان بگذره؟ به همین سادگی؟ اصلا اگه اونم بگذره ما نباید این کارو بکنیم. ما باید پولشو بهش بدیم، تازه اگه با پول حل بشه. شما که میدونین عاشق توتیش بود. عشقشه که کار نمیشه کرد. حالا 2 میلیون تومان از کجا میخواییم بیاریم؟ منم واسه همین ناراحته. فکر کنم باید ماشین رو بفروشیم دیگه. مسخره سا، یه دونه پرنده به این زشتی اندازه یه ماشین ارزش داره. این که زشت نبود. اتفاقا به نظر من خیلی هم زشت بود. حالا همه این حرفا به کنار، شما چطور تونستین بذارین که یه پرنده به این کوچیکی سرتون کلا بذاره؟ اونم با معروف‌ترین قصه فرار توتی. الان دیگه هر بچه مدرسه ای اینو میدونه. شما 3 تا آدم به این گندگی این قصه رو یه دونه‌تون نخونده بودین؟ اون موقع هول کرده بودیم. هیچی یادم نمیومد. وای، اگه بابا بفهمه. اوه، اصلا بابا رو یادمون نبود. اگه بفهمه سکته میکنه. ماما سکته یعنی چی؟ خب مگه مجبوریم امشب بهش بگیم؟ نمیگی؟ اینجا چه خبره؟ اینجا؟ هیچی، بیرون چه خبر؟ ترافیک و گرونی و این مسائل. خبرها اینجاست؟ پنجره رو باز کردی؟ مگه تابستون آوردی؟ مگه نشینی چه میگه باز کن پنجره را؟ راستش قرار امشب یه ستاره دنباله دار رد داشه. جدی؟ از کجا شدی؟ 3 ساعتی؟ تقریبا همین الانا. آره همین. چه جاله، من اصلا تو تقویم نجومی ندیدم. اگه دیدینش حتما منو خبر کنی بچه ها. میگم این طلا خانم امشب ساکته. ساکت؟ نبودی ببینی با این آوازاش پدر ما رو در آورد. نه امشب زیادی ساکته. میگم نکنه پنجره رو باز کردین باد اومد. میگم بابا میشه 20,000 تا ما پول بدین؟ ببینم بابت چی؟ بابت هیچی، بابت هم یه ذره خرجم زیاد شده، زندگیه دیگه این روزا. پسر برومندم جانم باشه طلبت. فرهاد چی خریدی برامون؟ خب چی می‌خواستم بخرم؟ میوه دیگه گفتم. میگم این به دکتر فاضل یادت رفت زنگ بزنی؟ ای داد بیداد دیدی؟ برای تو این مقالهشو تموم نمی‌کنی، تو رو خدا زود بهش بدی. بابا جان من مقاله نویسی که خمر رنگ رزی نیست، سخت نمیشه. جدی؟ اصلا موضوع مقاله چیه بابا؟ هیچ، یه چیز ساده. بله، درباره یه سری بدیهیات فیزیکی که می‌خواد اثبات کنه. میگم تا حالا سابقه نداشته که طلا اینقدر ساکت باشه. نکنی باش ستاره دنباله دار. ببینینش اونا. وای چه قشنگه.
مهمونه هاش. اینا ها دیگه، اینا ها، اینا ها. من که نمیبینه. ببین فرهاد جا، دست منو نگاه کن، انگشت منو دنبال کن، اونا ها دیدی؟ من نمیبینم. ما فکر کنم نمره اینا که بیشتر شده ها. مگه تو میبینی؟ آره نگاهش کن چقدر قشنگه. بله بله بله. نگاه از اینجا نگاه کن اونجا ببین چقدر خوشگله. خیلی رنگی. ماه با. من رفتم مقالم رو تموم کنم. اگه دکتر زنگ زد بگین بابا مریض بوده خوابیده. بابا سکته یعنی چی؟ سکته؟ آره. باز طلاق جا حرف یاد داد؟ بودو بودو برو تو اتاقت بازی کن. به سلامتی مقاله تموم شد آره؟ به سلامتی. امروز دکتر فاضل نمیره دانشگاه. منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ سفرش پونسه آذر برات متاسفم وراجی شروع شد. اشکالی نداره، من اصلا ناراحت نمیشم. میگم امروز صداش چقدر مسخره شده. صداش مثل چی شده؟ فکر کنم سرما خورده. جوجه خروس. صداش عینه جوجه خروس شده. خدا حافظ جوجه خروس. به نظر من صداش قشنگتر شده. خدا حافظ جوجه خروس. اگه میتونه این دفعه خودت بری شرف بزن که صداش شبیه جوجه کلاغه. مادر جون نیما امروز 2 ساعت زودتر بیا بریم دنبالش بگردیم، هرچند من میدونم که اصلا امکان نداره پیداش بکنیم. بله خیلی خوب خیلی خوب. خدا از کجا؟ چطوری؟ ما اینیم دیگه. چطوری طلا خانم؟ چطوری پیداش کردی؟ اصلا کاری نداشت، فقط با یکم فکر میکردی. خب از کجا؟ از پرنده فروشی. چی؟ جدی متوجه نشدیم؟ این طلا نیست که. اینه طلاست نه ماما. چند خریدینش؟ مامان شما باید 15,700 تومان به من بدی. این حق بازی به خدا. چه حق بازی ماما؟ ما که دومون تومن نداریم بدیم که. اینم این تلاش دیگه چه فرقی میکنه؟ مادر جون این 15,000 تومنه. خب حتی یه فرقی داره؟ 15,700 تومن. حالا ولی ماما واقعا شانس آوردیم. اونی که از همه بیشتر شبیه تره بود از همشون ارزون‌تر بود. فقط یه ایراد کوچولو داره، نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه حرف بزنه؟ نه نمیتونه دیگه. بگو سلام. بگو سلام. ببین میگه سلام. حرف زدنم یادش میدیم، این که کاری نداره. مهم اینجاست که انقدر شبیه تلاس هیچ کس نمیتونه تشخیص بده. نفهمین داری چی بگی؟ 50 تومن، 100 تومن بود آدم وجدانش راحت بود. 15,000 تومن. 15,700 تومن. تلا برگشته. ولی اینکه تلا نیست. معلومه که تلاست. نه خیرم تلا نیست. مادر جون از کجا فهمیدی؟ قربونت برم. نه خیرم این طلا نیست، در ششش یه جور دیگه بود. بفرما بچه میفهمه؟ وای به حال دیگه، حالا صاحبش. مادر من تنها راهیه که داری. هر کاری میخوای بکنی، من دروغ نمیگم مادر جون. آخه این که دروغ معمولی نیست، دروغ مصلحت آمیز یه چیز دیگه است. در ضمن لازم نیست شما دروغ بگین که، شما فقط لطف کنی حقیقتو نگی. چشم من چشمو میبندم. چشم من هیچی ندیدم. ممنون. نیما بودو وقت نداری. خیلی خوب بگو چی بود. آها میخوام بده. میخوام بده. آسا بگو بگو. منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ میگم شاید 2 کلمه با هم براش زیاد باشه نیما. خیلی خوب بده. بگو میخوام بده. بگو دوست. دوست. بگو منو دوست داری؟ خستمون کردی دیگه. بگو زبون.
بگو نفهم، بگو زبون نفهم. نباید به شخص بد یاد بدی. فکر کنم شاید استعدادش توی حرفای بد باشه. به نظر من بچه 15,700 تومان پرداد رفت پیش طلا. هر کاری یه روشی داره. به نظر شما طلا مادرزاد حرف میزده؟ مادر جون چیزی گفت؟ داره سعی میکنه. خب پس ببین تو رو خدا سعی کن به حرفش بیاری عزیزم. زنگ باشه به حرفش میاریم، این که دیگه جوجه است. حال تو میگیرم ها. بگو جوجه. بی خیال جوجه. موتوری بغل و پا. بگو سو. سفر شو مولک. بابا شیش سیخ جگر سیخ هزار. شیش سیخ جگر بابا من نمیتونم. سیخی 6,000. اقلا یه بار درست میگفتی. بابا درست و غلطش پیشکش خودش. یه صدایی ازش در بیاد ما بفهمیم لال نیست. این نقره تلاشو نیست. بس دیگه دلی حرکت رو کن دلمون خوش بشه. نه اینطوری نمیشه. الو سلام عرض میکنم آقا. تهرانی هستم. بله آقا این توتی که شما به ما دادید هیچ یاد نمیگیره. بله آینم گذاشتیم 1.5 ساعت تموم. یعنی چی دیگه شما نمیدونید؟ شما در قبال جنسی که به ما فروختید مسئولید؟ خب چقدر دیگه؟ 1,000,000 باشه. آقا ما از این پولا نداریم به کسی بدیم. یعنی داریم ها ولی چیزای مهمتر از توتی باهاش میخریم. چی میگه؟ میگه توتی 15,000 تومانی بهتر از این نمیشه. آقا 15,700 تومن. سلام بر همگی. سلام. چی شده؟ چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ خبری نیست. چیزیه بچه ها؟ نه اصلا چیزی نشده. تقریبا هیچی نیست. آذر؟ بله عزیزم. این طور امانت داری میکنن؟ مگه چی شده پدر؟ چی میخواستی بشه؟ تخمه با پوست، سیب با پوست. اگه این حیوان رو دل بکنه جواب صاحبشو کی میده؟ بابا پرنده ها سنگ دون دارن، ده خاطر هم رو دل نمیکنه. خب یه عیبه دیگه میکنه؟ مگه حتما باید رو دل بکنه؟ صداش میرسه به هم. امروز صبح از صداش داشت حالم به هم میخورد. شده بود صداش این موقعی که تو همون آواز میخونی. بابا معذرت میخوام، شده بود عین صدای جوجه خروس. خنده موقوف. الو بفر. اگه با من کار داشت من نیستم، من رفتم ختم. متشکرم. ببخشید. الو سلام، حال شما؟ فرشاد خوبی؟ خیلی ممنون. شما هنوز بندرعباس تشریف داری؟ خدا رو شکر. میگم سعی کنیم بیشتر بمونی، میگن شهر قشنگیه. خیلی ممنون. همه خوبن. طلا اون که پای تلفن؟ مگه میتونه حرف بزنه؟ میخواد با طلا حرف بزنه. بله اشکالی نداره، گوشی لطفا. الو سلام، منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ سفارش 15 تا. خواهش میکنم، چه زحمتی. نه حالش خوبه. چطور مگه؟ مثل چی؟ جوجه خروف؟ نمیدونم والا، شاید شما درست. بله خواهش میکنم. نه همه سلام میرسونم. کی؟ فردا شب؟ چقدر زود؟
نه خیر، خیلی ممنون. خدا حافظ. خب میگفتیم ما فردا شب نیستیم خونه. مردم به خدا، مردم از بس دروغ گفتم. دیگه خسته شدم، دلم میخواد یه بار برای تنوعم که شده راستشو بگم. چرا زیر این عوض نمی کنید؟ اینه نگاه. این که دیگه نگاه کردن نده. نه این آگهیه آموزش تضمینی و فشرده زبان به توتی. نیما اینقدر چرت و پرت نگو. خب بیا خودت بخون، نگاه کن. آموزش تضمینی زبان به توتی توسط استاد پاپری. بفرمایید. خیلی خوش آمدید استاد پاپری. همه همین اشتباهو میکنن. استاد پاپری من نیستم، من مربی ایشونم. حدا بله. استاد پاپری ایشونه. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام خانم، احوال شما؟ بفرمایید. جدیدترین روش تربیت توتیه، در واقع به نوعی ملهم از روش آینه است که حتما باهاش آشنایی داری. بله بله، چه جورم. اما به نظر میرسه که روی ایشون، ببخشید اسم ایشون، ما بهش میگیم طلا، ها روی طلا مؤثر نبوده. متاسفانه نه. بسیار خوب، مشکلی نیست، چون ثابت شده که روش تو به تو که مخفف توتی به توتی هستش قطعاً بسیار مؤثره، چون در واقع توتی‌های این روزگار به آسانی فریب آینه رو نمی‌خورن. ببخشید خانم جوان، ممکنه ازتون خواهش کنم به قفس استاد پاپری دست نزنید؟ متشکرم. والا راستش میدونید مشکل ما چیه؟ ما فقط تا ساعت 4 که شوهرم میاد خونه وقت داریم 3-4 جمله بهش یاد بدیم. پس به نوعی شما میخواید شوهرتون رو سورپرایز کنید. نه خیر. مهم نیست، هیچ مشکلی نیست. من به شما قول میدم که تا ساعت 4 توتی شما یک غزل کامل حافظ رو از بر بخونه. غزل حافظ که خیلی خوبه، ولی خب مد نظر ما نیست. میتونم بپرسم چه چیزی مورد نظر شما هست؟ والا حال تو میگیرم. شیش سیخ جگر سیخی 6000، اوی موتوری بغل و به پاس 5 تا 15 تا جوجه. بله متوجهم. پس چند دقیقه به من فرصت بدی تا این جملاتو به استاد پاپری آموزش بدم. البته. یعنی در عرض چند دقیقه یاد میگیره؟ بله، 5 دقیقه برای این 2-3 جمله کافیه. ماشاءالله. البته. خب به خاطر همین هست که قیمتش 3,000,000 تومانه. حالا از جمع اجازه میخوام که چند دقیقه با استاد پاپری تنها باشم، چون استاد در حضور جمع آرامش نداره. بله خواهش میکنم مادر جان. نیما پاشا. بله. خانم ببخشید. خواهش میکنم. استاد آموزش رو شروع کنیم. ولش. ببین چند دفعه ازت خواهش کردم با این لحن صحبت نکن، قیمتت میاد پایین. بی خیالش. خواهش میکنم. ولش. Thank you.
شیش سیخ جیگر شیخی 30,000. نه سیخی 6,000. اوکی بابا اصلا مهم نیست، حالا بگی. اوکی تا یک ساعت دیگه طلا جان همینو به همین خوبی ادا میکنه. سیخی 6,000. متوجه شدید؟ داره سعی خودش رو میکنه. ما باید اونا رو تنها بذاریم. سیخی 30,000. بفرمایید. اونا باید تمرکز داشته باشن. بله. 5 تا 15 تا. حالا پارت 2 بگو آبجر ببن ترس نداره که 3-5 تا 15 تا 3-5 تا 15 تا 3-5 تا 15 تا. ممکنه لهجه و طرز تلفظش کمی ایراد داشته باشه. ببینید آقای تدا، فعلا هر صدایی که شبیه حرف زدن باشه از خودش در بیاره برای ما کافیه. توتی جان بگو ازدم 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. بگو جانم، بگو عزیزم. توتی جان 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. استاد پاپری که بگه حتما تکرار میکنه. استاد پاپری عزیزم بگو جانم. 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. بگو عزیزم، بگو جانم. استاد پاپری 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. استاد پاپری عزیزم 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. استاد پاپری 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. خودتون رو ناراحت. استاد پاپری 6 سیخ جیگر شیخی 30,000. والا به خدا اینجوری خیلی بد شد، اقلا یه مبلغی برای هزینه دفت آمد. اینجوری که نمیشه. نه خیر قربان، آموزش تضمینی یعنی همین دیگه. فقط خانم اجازه بدید جسارتاً خدمتتون عرض کنم، از غیر حرف زدن این توتیتون بگذارید، چون توتی شما علاوه بر این که بی استعداده، بی استعدادیش مصری هم هست. من فکر نمی کنم مصری باشه، به خدا این استاد پرین شما حتما راه میافته. اگه صاحبش بدونه که چه اتفاقی افتاده اصلا باور نمی کنه. مجبورم یه دروغ مصلحت‌آمیز سرهنگ کنم و بهش بگم. من خیلی متاسف هستم، ببخشید اگه بخواید دروغ بگین. چی میگین؟ خب مثلا میگم که ترسیده و زبونش بند اومد. ببخش شما چی گفتی؟ مگه توتی هم زبونشو بند میاد؟ بله، یکی از توتیای خود من در اثر رعد و برق زبونش بند اومد و دیگه حرف نزد. یعنی این چیز غیر عادی نیست؟ نه خیر، اجازه بدید من از خدمتتون مرخص شم. استاد پاپری حرف بزن، یه چیزی بگو، اقلا یه صدای از خود در بیار. رد و برق چقدر عالی. فکر کنم درست شد. بله درست شد. به منم دخ نمیدی؟ نقره ای بیا. اینقدر بهش نگو نقره ای. اون بدبخ اسمش تلاست، تلا. نه خیرم، نقره است. من نقره رو به کسی نمیدم. راست میگی بچم، اصلا این کار درستی نیست. یعنی چی؟ نباید این کارو بکنیم. خب شما یه ما چتون شد؟ حالا که بهترین بهانه رو گیر آوردی. من نمیتونم مادر جون، این دروغ محضه، اصلا هم مصلحتی توش نیست. بله ما هم آدمای بی شرفی نیست. بله ما با شرفیم، پولشو میدیم. خدا رو شکر خیالم راحت شد. والا داشتم کم کم فکر میکردم ماها چقدر آدمای بدی شدیم. شما چی سارا خانم؟ شما هم با مایی؟
شاید به نظر شما من آدم بدی بیام، ولی من دارم به یه چیز دیگه فکر میکنم. من نگران بابام. نمیخواد نگران باشی، من خودم بهش میگم، طوری هم میگم که هول نکنه. نه اون کیه؟ نقره، اسمش نقره است. خب خب ما میخواستیم نقره رو به جای طلا بدیم به آقا فرشاد. به جای طلا؟ خب این چند خریدیم؟ 15,000 تومن. نه، 15,700 تومن. یعنی شما میخواستین سر آقا فرشاد رو کلا بذارین؟ آره، متاسف. چطور تونستیم این کارو بکنیم؟ فراد، ما به خاطر تو این کار میخواستیم بکنیم، چون میدونستیم نمیتونی این پولو بپردازی. خب وجدانمونم واقعا اجازه نداد. من خیلی خوشحالم که شما این کارو نکردید. من به شما افتخار میکنم. در مورد پولش هم باید بگم که فدای سرتون، اتفاقی که افتاده. فرهاد، ما هم به تو افتخار میکنیم. من با فرشاد صحبت میکنم، اگر پذیرفت پول اینو قسطی بهش میدم، اگر نپذیرفت همین فردا ماشینو میفروشم، نقدن پولشو دریافت میکنه. این نقره رو پیش خودمون نگه میداریم. متشکرم بابا. این قیمتیه که برای شرافتمند بودن باید پرداخت. آفرین به تو پدر باشرف. فقط یه خواهشی ازتون دارم، هیچ وقت هیچی رو از همدیگه پنهان نکنید. سعی کنید به همدیگه دروغ نگید. دروغ ریشه همه یه... ببین که سارا، اگه یه دکتر فاضل بود بگو من رفتم دندان پزشکی. خب چی میگفتم؟ نیما در. پویا بودو در. آیده بودو در. بله. عمو فرشاد. ببین توتی رو، توتی رو یه چیز در باز کردی؟ آره، بچه‌ها، 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 بذار. سلام، قربون. لطف کردید. خیلی خوشحال هستم. قابل نداره، خواهش می‌کنم. خوشا شرمنده بود کردی. لیاقتشو نداری. بله. یعنی من متشکرم. ببین یه چند دقیقه بیا بشین. نه نه، عجله دارم، باید برم. فقط اومده بودم برای ببین عزیز من. یه کار خاصی باهات دارم، میخواستم در یه موردی باهات یه مسئله بود. ببین جلوی در منتظرم، باید سریع برم. حالا طلا رو گم میکنی؟ آره. ببین میخواست اینکه پیش خودمه. چطور؟ من فقط میتونم بگم که معجزه است. یعنی گفتم بهتون که توتی من نابغه است. میشه یه لیوان آب به من بدید؟ از شیر لطفا. اون تمام راه رو پرواز کرده و تا رسیده خونه، و وقتی دیده من نیستم با توک زده به پنجره همسایه و منتظر مونده تا من بیام.
فقط من موندم که این چجوری راه رو پیدا کرده. به خدا باور نکردنیه. باور کنیم بهتر از اینه که بخوایم پولشو بدیم. دیگه 4 میلیون هم نمیدمش. ای گرون فروش، اگه ممکنه قفسشو به من بده. قفسشو؟ پویا جان قفس. ای تو بدونی من این مدت چها که نکشیدم. فرهاد کدوم مدت؟ همین نیم ساعت. الو سلام آقای دکتر، خواهش میکنم گوشی حضورتون. الان میاد خدمتتون فرهاد. الو سلام علیکم. سلام جناب دکتر، قربونتون برم. بله عرض میکنم خدمتتون. نه خیر، مقاله آماده نشده. بله توضیح میدم. ببینید جناب دکتر، من خدمتتون عرض کنم که اجازه بدید توضیح میدم که مقاله رو من حتما تا فردا ساعت 12 میذارم به میز شما.